شایان سمیعی روزنامه‌نگار اینجا در استودیو با ما. شاید کمتر پرونده‌ای در تاریخ آمریکا باشه که اینقدر افکار عمومی رو مجذوب خودش کرده باشه در مقایسه با پرونده آقای اوجی سیمسون و بعد تبرئه جنجالیش. با درود به شما مردم عزیز ایران. بله ببینید، آقای سیمسون به خاطر اینه که یک فردی بود که موفقیت‌هایی که در زمین فوتبال به دست آورده بود رو تونسته بود به موفقیت‌های اقتصادی بعد از بازنشستگی تبدیل بکنه. ایشون اولین کسی بود که در حقیقت میشد گفتش که توانست موقعیت‌های سخنگوی کمپانی‌های بزرگ بودن، مثل کمپانی ماشین اجاره‌ای هرتز و سایر کمپانی ها. ایشون یک شخصیت در حقیقت افسانه‌ای طوری از خودش ساخته بود، علارغم موفقیت های روی زمین فوتبالش که قابل انکار نیست. اما مسئله ای که به وجود آمد اون پوشش خبری تقریبا 24 ساعته دادگاهی ایشون و اینکه منجر شد به یک از همگسستگی اجتماعی در میان امریکاییان، برای اینکه مردم واقعا این به یک مسئله نژادی تبدیل شد. یک عده افراد که خب سفید پوست ها بیشتر بر این باور بودن که ایشون مقصره، سیاه پوست ها بر این باور بودن که سیاه پوست ها همیشه مورد تعرض و تبعیض پلیس قرار میگیرن. یعنی ببینید یک چرخه نامحزونی بود که همچنان ادامه داشت و به نظر من ایشون اون موفقیت های زمین فوتبال و بعد از اون رو این دادگاهی علارغم اینکه ایشون تبرئه شده بود از دست داد. حتی در چندین سال بعد از اون هم در دادگاه دیگری که شرکت کرد، خب اونجا واقعا محکوم شناخته شد، چون واقعا از روی یک سری عملیات نابخردانه که فقط میخواست بره اون چیزهایی که به اصطلاح میگفت مربوط به زمان بازیگری بازی کردن من بوده، میخواسته بره از اونایی که خریده بودن پس بگیره. ولی با همه اینها ما میبینیم که این یک روند سخت اجتماعی در امریکا به وجود آورد و از اونجا بود که در حقیقت این داستان مستندهای واقعی روی تلویزیون شکل گرفت و از اونجا بود که برای اولین بار بود که من در خاطرم هست که دادگاهی در امریکا به صورت لحظه به لحظه مورد پوشش قرار می گرفت و چه شخصیت هایی اصلا تبدیل به شخصیت های تلویزیونی شدن از روی همین داستان. اتفاقا وکیلشون هم چند لحظه پیش داشتیم میدیدیم، آقای رابرت کارداشیان که اتفاقا پدر همین خانواده کارداشیان و خانواده معروفشون هستن. خود اون پرونده و نحوه تغییر محل پرونده برای هیئت منصفه هم خیلی مورد بحث بود و این سوال رو در ذهن بسیاری شاید شکل داد که واقعا حتی در یک کشور دموکراتیک با دستگاه قضایی مستقل چقدر رسیدن به عدالت ممکن هست و چقدر مثلا یک هیئت منصفه که ممکنه در مرکز شهر لس آنجلس باشه تا حومه شهر لس آنجلس میتونه رو نتیجه یک پرونده به خصوص یک پرونده کیفری تاثیر بذاره. کاملا این گونه است، برای اینکه ببینید واقعیت امر اینه که اگر چون دادگاه مدنی آقای اوجی سیمسون در فاصله 15 مایلی مرکز شهر لس آنجلس در شهر سانتا مونیکا برگزار شد و همه همین شواهد اونجا به کار رفت و ایشون محکوم شد در دادگاه مدنی، پس یعنی ببینید اگر هر منطقه استحفاظی به قول معروف دادگاه های امریکا فرق بکنه، هیئت منصفه ای که اونجا میتونن برن خدمت بکنن، چون همونجوری که مستظر هستید هیئت منصفه در امریکا انتخابی است و دادگاه هر دو طرف متهم و دادستانی انتخاب میکنن از افراد معمولی، اما مردمی که در منطقه شهر سانتا مونیکا زندگی میکردن اونها همه بر این باور بودن که آقای سیمسون گناهکاره و مردمی که در مرکز شهر زندگی میکردن، اگر این دادگاهی جای دیگری بود، اصلا به شهر دیگری منتقل شده بود یا حتی ایالت دیگری منتقل شده بود، ای بسا که نتیجه بسیار بسیار متفاوت از اون چیزی که در لس آنجلس به دست آمد. چیز عجیب برای من این بود که آقای سیمسون از این پرونده بسیار پر مخاطره برای اوی پرونده قتل که میتونست به مدت طولانی او رو به زندان روانه بکنه، از این گریز پیدا کرد، از این نجات پیدا کرد، تبرئه شد، ولی بعد
زندگی محتاطی نداشت و همچنان درگیر پرونده‌های قضایی دیگری شد. دقیقاً ببینید آقای سیمسون در اون پرونده کیفری یک لیست بلند بالا از نخبه‌ترین و زبده‌ترین وکلا رو در هیئت در گروه وکلای خودش داشت و این بود که باعث شد ایشون بتونه از اون مسئله کیفری نجات پیدا بکنه. مهمترین عاملی که به وجود آمد اشتباه بارز دادستانی بود که اجازه داد آقای سیمسون اون دستکشی که به اصطلاح استفاده شده بود برای ارتکاب قتل اون رو امتحان بکنه در دادگاه. هر کسی میدونست که این دستکشی که آغشته به خون شده و مدت‌ها خوش شده مسلماً اون قابلیت ارتجاعی قبلی خودش رو نداره. ولی همین باعث شد که وکیل آقای سیمسون از عبارتی استفاده بکنه که اگر اندازه نیست شما باید تبرئه کنید و این باعث شد و به نظر من اگر که آقای سیمسون حتی این مسئله رو هم به گونه دیگری براش تموم میشد ایشون شخصیتاً یک شخصیت بلند پروازی بود و همیشه دوست داشت که در لبه پرتگاه راه بره و اینم که شما میفرمایید بله کاملاً مشهود بود که نتوانست برگرده به یک زندگی نرمال و باز سعی کرد که در مخاطرات بیشتری قرار بگیره. البته رسانه ها هم تنهاش نمیگذاشتن. ممنونم از شما شاهین سمیعی اینجا در استودیو با ما.